اینا پرسش هایی شاید که فقط مربوط به این خورده مربوط جنبش زنان تنها نمیشه. ما با ما دیگه خورده جنبش، آیا ما حق داریم تابلوی خودمون رو فقط بالا ببریم بدون در نظر گرفتن اینکه آیا به جنبش سبز داریم آسیب میزنیم یا نه؟ ما با ما دیگه خورده جنبش آیا حق داریم اهدافمون رو ندیده بگیریم به خاطر اینکه فکر میکنیم داره به یک جنبش اجتماعی دیگه ضربه میخوره و آیا نتیجه اون اتفاقی میشه که توی انقلاب 57 افتاد و به قول بعضی ها انقلاب دزدیده شد؟ من توی پرانتز توضیح میدم، از نظر من اون انقلاب دزدیده نشد، اون انقلاب صاحبش روحانیون بودن به خاطر اینکه جایگاه اجتماعی داشتن، جریانات دیگه از میزان نفوذشون توی جامعه ناآگاه بودن، در این حال روحانیت تونست با خشونت غیر قابل باوری قدرت رو کاملا قبضه کنه. نتیجه قبضه قدرت توسط حکومت هم این بود که مردم تو یه بخش همراهی کردن با اونها و این اتفاقی افتاد که تو این 30 سال بر ما گذشت. و برای این جنبش اعتراضی امروز که اسم سمبولیک جنبش زنان گرفته، به نظر من نتیجه 30 سال سرکوب، خفقان، بیکفایتی حکومت، پاسخگو نبودن و برشکست کردن ایران که با هوشیاری و به سن رسیدن بچه‌هایی که در دهه 60 به دنیا آمدن، این دو برابر شدن جمعیت ما، بچه‌هایی که نه نقشی داشتند نه حضور داشتند در وجود آمدن جمهوری اسلامی، امروز آگاهانه به حق خودشون، حالا حق خودشون رو میخوان. و بنابراین به نظر من این جنبش سبز، اون دلیل حرکتش، اون چیزی که این نیازها، این خواستها رو تبدیل کرده این جنبش اجتماعی، اون حضورشون قبل از انتخابات در جامعه بود، مطرح کردن مطالباتشون از کاندیداها که جنبش زنان، حالا بیشتر در این رو صحبت میکنیم، و بعد وقتی این حقش ازش گرفته شد، این اون نقطه انفجار بود. بنابراین به نظر من این جنبش اجتماعی اعتراضی امروز به دنبال یک سیستم برابر، یک وجه اشتراک تمام این گوناگونی ها، به نظر من به دنبال به وجود آوردن عدالت هستش، به دنبال یک حکومتی هستش که توانا باشه که اون حداقل نیازهای اولیه رو فراهم بکنه. مهمتر از همه خواهان این هستش Arbeit die Kinder gut versorgt bekommen. Wir haben lange dafür gekämpft, dass es endlich anerkannt ist, dass eine Frau auch wieder arbeiten geht, wenn das Kind erst 2 Jahre alt ist. Und wir kämpfen immer noch gegen diese 3 großen Ks, das ist Kinder, Küche und Kirche. Da kämpfen wir auch heute noch dagegen. Und ich sehe hinten Zustimmung von den Elterndamen. Sie kennen das auch seit 40 Jahren. Die Diskussion ist uralt und es tut sich immer nur ein ganz kleines bisschen. Und heute ist es ganz besonders wichtig, dass wir in unserem Land die Solidarität mit den Frauen zeigen,